مبحث هفتم عزیزان درباره استحسان و مسائل مرسله و اقوال صحابه و تابعین و شرایع پیشین هست. یکی از مهمترین مبانی فقه اهل خلاف پیروان ابوبکر و عمر استحسان هست و یکی دیگر از آنها مسائل مرسله است دیگری اقوال صحابی و تابعین هست و بعد از اون شرایع پیشی عنایت داشته باشید استحسان معناش چیه؟ در عرف بکریه و عمریه استحسان حجت است. یعنی هر امری رو که مفتی بر حسب تب و ذوق و سریقه خودش نیکو و پسندیده و مستحسن بپندارد، اون امر واجب می شود و اگر مفتی بر حسب طب و ذوق و سریقه خودش امری رو قبیه و مستهجن بداند اون امر حرام می شود مستند حجیت استحسان نزد اهل خلاف بکریه و عمری عزیزان روایت مروی از حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که به دروغ به اون بزرگوار نسبت داده میگن اون بزرگوار فرمود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن هر چیزی رو مسلمون ها زیبا و خوب و نیکو ببینند نزد خدا خوب و نیکو و پسندیده است اما فقهای ما گفتند که مراد از این عبارت اتفاق جمیع مسلمین بر مستحسن بودن یک امر است نه فتوای یک فرد البته عنایت داشته باشید به این نکته که در واقع فقهای ما میخوان استحسان رو رد کنن انتها نه به طور مستقیم لذا میگن منظور از استحسانی که شما اون رو ملاک حکم قرار میدید اتفاق جمیع مسلمین بر مستحسن بودن یک امره نه فتوای یک مفتی خطاکار فاسق و حتی کافر اما در خصوص مصالح مرسله مقصود از مصالح مرسله عزیزان رعایت اون مساله است که تکلیف اونها در شرع تعیین نشده است مثلا درباره مریضی که دوام حیات او موجب سرایت مرض او به دیگران و موجب هلاکت عموم مردم خواهد شد از طرف شارع تکلیفی معین نشده است لذا به موجب قاعده مساله مرسله نزد اهل خلاف و پیروان ابو بکر و عمر و به منظور رعایت جانب مسلحت عامه معتقد هستند واجب میشه که اون مریض رو به محل دور دستی منتقل بکنند یا اینکه به کلی او را از بین ببرند استدلال اکثر فقهای اهل خلاف بکریه و عمریه بر حجیت مصالح مرسله به طور خلاصه اینه که اگر این اصل معتبر نباشه لازم میاد که اکثر وقایعی که عالی از حکم شهر هستند بلا تکلیف بمونند ولی این استدلال باطله چرا؟ چون تکلیف این قبیل وقایع به وسیله قواعد و اصول عقلیه تعیین شده است لذا جا نداره که ما تحت عنوان مصالح مرسله اقدامات خلاف شرعی رو انجام بدیم و حتی به انجام اقدامات خلاف شرع حکم بکنیم و محملی برای زورگویان و مستبدین فراهم بکنیم که هر خیانت هر جنایتی رو تحت عنوان مسلحت توجیه فنی و فقهی بکنند